سلام و شبتان بخیر. به بازار امشب از طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها، استجواب وزیران در مجلس نمایندگان، در جمع احتمالاً 48 پروژه‌ای که شما داشتین 11 پروژه صفری دارین که اساساً آغاز نشده کارش. افزایش فرم‌های زنبورداری در ننگرهار. یه دینو که دغه گلانو شاد پیدا کړي گلبیک دغه گلبیک پیدا ویال او شوی او دغه لاچان نی پیدا وی دا ټول گلان را غونډي وطنی شاد دیتا یو. انتقاد ها از بهای بلند مواد نفتی در کشور. قیمت از فهمیدی چلا اروپا لیتارش هست هیچ فرق نکردن. اگر افتا پیش خو مردم به خوال قیمت شده اگر تجارات رستن قیمت میکنن خو محصول و مگنه کم شده. و صنعت گردشگری در بارسلونا. نرگس موسوی هستم با مشروع خبرها. 431 تن از دانش آموزان انستیتوت افغان کوریا از بخش های فنی و حرفه‌ای سند فارغیت کسب کردند. این دانش آموزان در بخش های ساختمان سازی، ترمیم موتور، نلدوانی، کمپیوتر، خیاطی و به گونه فنی و حرفه‌ای آموزش دیدند. در همین حال مسئولان انستیتوت افغان کوریا میگویند که باید برای دانش آموزان این مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای کاریابی صورت گیرد. اینجا در مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای 431 تن از دانش آموزان این مرکز پس از آموزش یک ساله در بخش های ساختمانی، ترمیم موتور، نلدوانی، لباس دوزی و کامپیوتر فارغ شدند. مسئولان مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا میگویند که در بخش های کاریابی برای دانش آموزان این مرکز باید توجه جدی شود. تو موردی که ضرورت است بحث کاریابی را یک مقدار شدت میبخشه وی است که ما متاسفان انستیتوت افغان کوریا به دلیلی که مصارف ما زیاد است چون مواد آموزشی بیشتر مصرف میشه تولکید که یعنی زمینه یعنی یکی از مستلزمات ای است که باید به مجرد که شاگرد فارغ میشه باید اختیارش قرار بده متاسفم او امکانات نداشت. اکنون این دانش آموزان که در مقابل ما قرار دارند به گونه موفقانه آموزش هایشان را به پایان رسانیدند و آموزش های فنی و حرفه ای می تواند در تقویت بازار کار افغانستان کمک کند. از سوی همچنان از جوانانی که از مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای فارغ شدند از حکومت خواهان افزایش این مراکز و نیز ایجاد زمینه های کار هستند. بسیار موثر بود بر ما، سطح دانش ما را بسیار بلند برد و در آینده ها هم میتونیم که ما وظیفه خوب به دست بیاریم، به خاطر از اینکه چون ما بهتر ترن شدیم در اینجا، با ما بهتر درس داده شده، پس در هر جایی که بخوایم ما به شکل آسان و درستش ما میتونیم که در اینجا در یک جای دیگه وظیفه بگیریم. بر بنیاد اطلاعات وزارت کار امور اجتماعی، مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا در سال 1384 هجری خورشیدی ایجاد شد و تاکنون شمار زیاد از دانش آموزان در بخش های گوناگون در این مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای دیدند. برای بحث بیشتر در این مورد جلال الدین هشام، رئیس مرکز آموزش های فنی و حرفه ای افغان کوریا با ما هستند. آقای هشام خوش آمدید. بین در آغاز در مورد برنامه های این نهاد بیشتر بگویید، کدام برنامه را اینا آموزش میدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که هموطنان عزیز ما خاص نسل جوان افغانستان در جریان هستند، انستیتوت آموزش فنی حرفه ای افغانستان کوریا در سال 2004 میلادی در همکاری مالی و تکنیکی کشور دوست کوریا جنوبی در چوکات وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین عملا به فعالیت آغاز نمود. از سال 2004 الی اکنون که دیدین تقریبا ما در پایان سال 2017 قرار داریم، امروز ما شاهد فراغت بیش از 431 تن از خواهر و برادرم از دپارتمنت های مختلف بودیم. تا حال خوشبختانه فعالیت های چشمگیری انجام داده، خاصا در قسمت عرضه آموزش های فنی و حرفه‌ای. شما در جریان هستید، خاصا نسل جوان افغانستان، انستیتوت آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا دو هدف مهم دنبال میکنه. یک، عرضه آموزش بر مبنای نیازمندی های بازار کار، چه بازار کار داخلی باشه و چه هم بازار کاری منطقه‌ای، و بحث دوم هم بحثی یا هدف دوم هم کاریابی بیشتری فارغای انستیتوت افغان کوریا است که از هفت دپارتمنت فارغ میشن. خوشبختانه هم در قسمت عرضه آموزش با توجه به میارهایی که لازم است و با توجه به نیازمندی بازار کار در همکاری و همسویی متخصصین کوریایی که از سال 2004 تا سال 2000
در با ما همکار بودن در قسمت ساختن نصاب و استانداردهای آموزشی و البته با در نظر داشتی نیازمندی های بازار کار نصاب ما آماده شد و در این قسمت کارهایم آقای هشام ای آموزش ها چقدر تطابق داره با بازار کار؟ چقدر میتونه یک نفر وقتی که اینجا آموزش میبینه بره در بازار کار برش کار فراهم است؟ چقدر میتونه کار کنه؟ پیشتر من اشاره کردم اول که یک تفاوت کلان میانی آموزش های فنی و عرفه‌ای و آموزش های عمومی وجود داره. یکی از تفاوتاش ای است که آموزش های فنی و عرفه‌ای از جمله انستیتوت افغان کوریا که در چوکات وزارت کار فعالیت داره 80% درس های ما به شکل پرکتیک و عملی است و 20% به شکل تئوری است. این معناش ای است که ما نظر به نیازمندی بازار کار و نظر به تقاضای بازار کار چی بازار داخلی و چی بازار منطقه ما ایر آماده ساختیم. بحث دوم ای است که شما در جریان هستین نهادهای آموزشی دیگه که در افغانستان فعالیت داره اکثریتش یعنی فیصدی وقتی بحثی آموزش مطرح میشه 100% به شکل تئوری هم مطرح میکنن. به همین دلیل است که وقتی که بحثی کاریابی مطرح میشه متاسفانه بخش اعظم و جوانایی که از او بخش ها فارغ میشن کمتر در بازار کار چی ادارات دولتی است چه سکتور خصوصی است کمتر زمینه های کار برشان مهیا میشه. اما خوشبختانه در بخش آموزش های فنی حرفه ای که متصدی اصلی آموزش های فنی عرفه‌ای ارزی آموزش در افغانستان وزارت کار و امور اجتماعی است نمونه اش هم انستیتوت افغان کوری است که ما در امسویی و اموانگی با سکتور خصوصی و هم متخصصین کوری خواستیم که چنین یک بخش را فعال بسازیم که خوشبختانه تعداد زیادی از این جوانان به مجرد که فارغ میشن اکثریتشان اعتماد ما ادعا کرده بتون حدود 70% از فارغای ما صاحب کار میشه به دلیلی که ما فوکس ما برای پرکتیک است و برای عملی است به مجرد که استاد میخواد یک فرمول روی تخته مطرح کنه ساعت بعدی باید برای با شاپی عملی و بعد عمل خب حالا یک کسی یک جوانی میخواد که بیای در اینجا درس بخونه یا آموزش ببینه چه معیارها و چه چیزی شما تقاضا دارین که برابر با اون معیارها باشه که شما اونا را جذب کنین اونجا؟ مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواستن انستیتوت افغان کوریا وقتی که بحثی جذب شاگردای جدید مطرح میشه در سال یک مرتبه یا دو مرتبه یا در آغاز سال اصول ما است که ما امتحان عمومی کنکور بعد را اندازه بکنیم در مجموع غیر از دپارتمنت نلدوانی ولدینگ و بخش خیاطی باقی دپارتمنت ها باید فارغان 12 بوده باشه که در امتحان کنکور ما شرکت کنه. خوشبختانه اما سال هم متاسفانه به دلیلی که ظرفیتی ما پایین است به او حد نیست که همه جوان ها را جذب کنیم یعنی بالاتر از 2-3-4 هزار نفر در امتحان کنکور ما شرکت میکنه. هر کسی که بلندترین نمره را گرفت چه خواهر ما باشه چه برادر ما باشه دپارتمنت هایی که مورد نظرشان است جذب میشن. چقدر از تصدیق نامه های شما معیاری چقدر قابل اعتماد است کشورهای دیگه است اگر از اینجا چون افغان کوریا دو به همکاری دو کشور است دیگه آموز مرکز چقدر این قابل اعتماد از دیگه کشور بحث معیاری بودن و عدم معیاری بودن یک بحث جداگانه است. متاسفانه ما افغانستان مشکلات خود در این عرصه در عرصه آموزش داره نگفته نمانه که ما ده نوع نظام آموزشی مثل دیگر دنیا داریم. یک نظام آموزشی رسمی است که مربوط به وزارت معارف و تحصیلات عالی است. بحث دیگه هم نظام آموزشی غیر رسمی است که نظام آموزشی حمایوی است. ما متاسفانه هنوز ما به او حد نرسیدیم که وقتی که بحث شادنامه مطرح میشه یا بحث سرتیفیکیشن مطرح میشه اما معیاری که لازم است هنوز در افغانستان صاحب نیست. اما خوشبختانه شما امروز دیدین شهروندای افغانستان حتما شنیدین وزیر تحصیل وزیر کاری جدیدی افغانستان امروز بحثی ایجادی تویت بورت مطرح کردن بحثی تیوتی سنتر برای تربیه آموزگاران مطرح کردن معناش است که ما میخواهیم که این در مجموع رهبری وزارت کار در پی ای است که بعد از این بحثی سرتیفیکیشن و بحثی اعتباردهی مراکز آموزش های فنی و عرفه‌ای و بحثی کیفیت آموزش های فنی و عرفه‌ای را به حدی باید بالا بره وقتی بحثی استخدام مطرح میشه بحثی کاریابی جوانان مطرح میشه سوا به دلیل ای که خدای نخواسته شهادت نامه مراکزی که فارغ میشن یا صادر میشه به مشکل مواجه نشه خواستیم که جمع با دونرهایی که با ما همکار هستن مثل یونسکو مثل کوریا که عملا در گذشته با ما همکاری کردن در پی هستیم که اینی بخشا رو ما ایجاد بکنیم من بعد مشکلی که از رهگذر سرتیفیکیشن یا سرتیفیکیتی که مطرح است این باید مرفوع شه. بحث اساسی دیگری که پیشتر اشاره کردم اوی است اینا گفته نمونه که با ما در علم اقتصاد به نام عوامل تولید داریم عوامل تولید به معناصر و وسایل اطلاق میشه که منجر به تولید کالا و خدمات میشه. یکی از عوامل مهم تولید بحث قوای بشری است.
نگفته نمانه که مراکز آموزش های فنی رفاهی که در چوکات وزارت کار افغانستان فعالیت داره، این خواسته که یک تجربه جدیدی است که از کوریا و از ژاپن و از آلمان و از هند و از ایران خواستن وارد افغانستان بکنن، یکی از تجارب بسیار مهم اساسی است که وزارت کار میخواد که چنین تجربه در افغانستان عملی بسازه. یکی از عواملی که متاسفانه بحثی بیکاری در افغانستان مطرح است، او عوامل ای است که متاسفانه بخش اعظم جوانان ما به مجردی که وقتی از مؤسسات تعلیمی، از مؤسسات نیمه‌عالی یا تا از بخش‌های دیگه مکاتب فارغ میشن، از او مهارتی که لازم است متاسفانه برخوردار نیستن. بازار کار افغانستان، چی بازار کار داخلی و چی بازار کار منطقی و بین‌المللی، ضرورت و نیازمندی افراد ماهر داره. وقتی که یک کسی با وصفی که شهادتنامه لسانس داره، ماستر داره، متاسف بخش دیگه داره، به دلیلی که در قسمت یعنی مهارت و فن و فن به شکل پرکتیک کمتر درس خوانده و کمتر فرا گرفته، معنیش است که او بالاخره وقتی که صاحب کار وقتی به بازار میره متاسفانه صاحب کار نمیشه. به می دلیل است که وزارت کار و رهبری وزارت کار تاکیدش به این است که چطور ما بتونیم برای و توجه به اینکه 45-46 مرکز در مجموع ولایت افغانستان داره، ما در پی ای هستیم که برای مراکز یک مقدار توسعه بدیم و انکشاف بدیم. چقدر کار ایجاد شده برای کسایی که فارغ شدن از اینجا؟ آره، کسایی که فارغ میشن دفعتا میرن استخدام میشن و یا نخیر ما شما در جریان هستیم و مردم افغانستان در مجموع در جریان. ما 3 سال قبل موافقت نامه های کاری را با اتاق تجارت، با انجمن صنایع افغانستان، با اتحاد صنعتکار افغانستان ما امضا کردیم در مجموع وزارت کار افغانستان. امروز هم محفلی که داشتیم از انجمن صنایع افغانستان، از کمپانی خانستل که یکی از کمپانی کلان زاوی آن است، ما با اویا را دعوت کردیم. دلیلی که ما دعوت کردیم که بخش بیشترین استخدام و مربوط میشه به سکتور خصوصی افغانستان و در پلوش بحثی بازنگری نصاب آموزش های فنی عرفی در مجموع است و بحثی ای است که چطور ما بتانیم در مجموع وقتی که بحث ایجاد مراکز و پروسه آموزش و عرضه آموزش مطرح میشه، در همکاری و در همسویی با توجه به نیازمندی بازار کار افغانستان با صاحبان صنایع بخوایم شریک بسازم، بالاخره یک راه حل منطقی برای کاریابی بیشتر جوانان ما بالاخره مهیا بسازم. تشکر از حضورتان در برنامه آقای هشام. و این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. 50 کیلوگرم آرد 1260 افغانی، 1 لیتر روغن 80 افغانی، 1 کیلوگرم شکر 45 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سیلی اول 95 افغانی و 1 کیلوگرم چای 290 افغانی. تا لحظات دیگر. پالیسی مشارکت عامه و خصوصی. مسئولان وزارت مالیه میگویند که پالیسی مشارکت عامه و خصوصی در جذب سرمایه گذاری های داخلی و بیرونی در کشور کمک میکند و تاکنون پروژه توسعه‌ای در چارچوب این پالیسی عملی شده است. مسئولان وزارت مالیه میگویند که پالیسی مشارکت عامه و خصوصی در جذب سرمایه گذاری های داخلی و بیرونی در کشور کمک میکند و تاکنون پروژه توسعه‌ای در چارچوب این پالیسی عملی شده است. این مسئولان میافزایند سرمایه گذاری های مشترک در کنار حمایت از بخش خصوصی و ایجاد زمینه های کاری برای شهروندان کشور سبب رشد اقتصادی نیز خواهد شد و تلاش جریان دارد تا سرمایه گذاری های بیشتر در این بخش جذب شود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شما میفهمید که هدف حکومتی است که ما در کنار سکتور خصوصی بانیم، سکتور خصوصی را حمایت کنیم، چون حمایت از او به معنای تقویت نظام اقتصادی افغانستان است. به می هدف پی 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 یا مشارکت عامه خصوصی در ماه اکتبر سال 2016 من حیث یک اداره مستقل یعنی ریاست عمومی در وزارت محترم مالیه ایجاد شد. هدفش این است که ما در قسمت جلب سرمایه گذاری، تطبیق پروژه های بزرگ در افغانستان مشترکاً با سکتور خصوصی و حتی با سرمایه گذاران بیرونی کار کنیم تا از یک سو کیفیت کار ما بهتر شود، از سوی دیگر از یاد رست ما بتانیم امو توانایی هایی که حکومت افغانستان داره، توانایی یا امکاناتی که سکتور خصوصی داره مشترکاً در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنیم که بازی منفعتش هم برای سکتور خصوصی است، هم برای حکومت افغانستان است و برای مردم افغانستان به خاطر ازی است که باز ما در این عرصه در قسمت اشتغالزایی هم میتونیم کار کنیم. از امی بیشتر از یک سال که ایجاد شده در قسمت پالیسی و طرز العمل موارد ازی نهایی شده، قابل تطبیق است.
و تلاش تا این زمان ما توانستیم بعضی پروژه را هم کارهای عملی از را شروع کنیم. یک رابطه خوبی با سکتور خصوصی و در مجموع با سرمایه‌گذاران بیرونی ایجاد شده تا ما بتوانیم در این روند نتایج خوبی داشته باشیم. در چارچوب از این پالیسی‌های تشویقی هم با بخش خصوصی در نظر گرفته شده یا خیر؟ ما در حکومت 8 سکتور داریم. وقتی که در یک سکتور می‌خوایم یک پروژه بزرگ تطبیق کنیم، بازی طبعا با سکتور خصوصی مشوره صورت میگیره، همراه از او شریک میشه، شریک ساخته میشه باز اونها هم طرح خود به شورای اقتصاد افغانستان که ریاستش به توسط رئیس جمهور پیش برده میشه، دارالانشایش نزد وزارت مالی افغانستان است، اونها طرح خود میارن. طرحی که در شورا مورد بحث قرار گرفت و ابعاد حقوقی و قانونی و تکنیکی و ظرفیت های از اونها مورد مطالعه قرار میگیره، در صورتی که بر اساس منافع ملی افغانستان باشه و در صورتی که ما را در تقویت روان اقتصادی افغانستان کمک کنه مورد تایید قرار میگیره. وقتی که ما برای سکتور خصوصی فرصت میتیم که اونا در پروژه های بزرگ سرمایه گذاری کنه، این خودش بیانگر از این است که ما در کنار سکتور خصوصی هستیم، اونا را تشویق میکنیم، اونا را حمایت میکنیم که مشترکاً با حکومت کار کنه. به خاطر از اینکه شما بهتر میفهمید که ما هم از خود توانایی های داریم، توانایی یعنی ظرفیت کاری، ظرفیت یا توانایی مالی سکتور خصوصی هم داره. وقتی که هر دوی از اینا با هم یک جای شو، باز یک نتیجه مثبت رو به میان میره. این پالیسی میتونه چقدر در عمل ساختن پروژه کلان ما کمک بکنه، چرا که با بودجه ما تمامش از منابع داخلی ما نیست، نهادهای کمک کننده ما رو تمویل میکنه، این میتونه چقدر موثر باشه در این بخش؟ در تطبیق پروژه های بزرگ ملی میتونه ما را کمک کنه. ما تا فعلا در حدود 5-6 پروژه را که بررسی کردیم با سکتور خصوصی مورد بحث قرار دادیم، اونا تقریبا در محالت تطبیقی خود قرار داره، ولی تلاش ما است که در بخش های دیگر هم مثل زراعت و سکتور معادن و دیگر موارد هم پروژه ها و برنامه هایی که داریم با سکتور خصوصی شریک ساخته شوه، نظریات از اونا گرفته شوه، مشترکاً در قسمت سرمایه گذاری تطبیق پروژه های بزرگ و مسئولیت و مسمریت برای هر دو جانب گام های عملی برداشته شود. آخرین سوال هم که در سال آینده شما چی برنامه دارین که با بخش خصوصی مشترکن در اون بخش سرمایه‌گذاری صورت بگیره؟ تا یک سال یا بیشتر از یک سال که ما طرز العمل ساختیم، پالیسی از زیر ساختیم، در قسمت آگاهی دهی از این کار کردیم که پی 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 یعنی چی، چرا ایجاد شده، این کارا را کردیم. تا فعلا در حدود 5 پروژه در سکتور انرژی ما توانستیم نهایی بسازیم، ولی پلان های بعدی ما با سکتور صحت است، زراعت است، معادن افغانستان است، چون اونجا هم ما فرصت های بیشتری داریم که او فرصت ها با سکتور خصوصی شریک ساخته شود تا بتانیم دیگر پروژه های بزرگ ملی را هم مشترکاً با سکتور خصوصی در نقاط مختلف افغانستان تطبیق کنیم. مجلس نمایندگان امروز وزیران انرژی و آب، حج و اوقاف و مبارزه مواد مخدر را از بهر هزینه کمتر از 60% بودجه توسعه ایشان در سال 1395 هجری خورشیدی استجواب نمودند. این وزیران کابینه در پاسخ به سوالهای نمایندگان مردم افزون بر ناامنی ها مشکلات در روند تدارکاتی پروژه ها را از علت های مصرف اندک بودجه توسعه ایشان در سال گذشته گفتند. در نشست امروز مجلس، وزیر انرژی و آب، وزیر حج و اوقاف و وزیر مبارزه علیه مواد مخدر از بهر مصرف نشدن بخش زیاد از بودجه توسعه سال گذشته استجواب شده بودند. اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از وزارت‌های مربوطه میگویند که در سال پار مالی ده‌ها پروژه توسعه هیچ عملی نشدند و هزینه‌شان در حساب قطعیه صفر نشان داده شده است. در جمع احتمالاً 48 پروژه‌ای که شما داشتین، 11 پروژه صفری دارین که اساساً آغاز نشده کارش. در مورد بند پاشتان که جناب وزیر صاحب قرارداد را جناب رئیس صاحب گرفته بود از پیششان، پولشان را قید کرده بود، پولشان را نداد، شرکت هم 10 میلیون خساره دید، تابال هم مردمش در اونجا سر کار هستند. بند مچلغو در پکتیا از القیاس. در همین حال وزیر انرژی آب میگوید که پیمان های بندسازی با شرکت های فصل شدند که توانایی پیشبرد کار پروژه ها را نداشتند. وی میافزاید که مشکلات تدارکاتی، کمبود ظرفیت در شرکت ها و مشکلات امنیتی از چالش های فراراه اجرای پروژه ها و هزینه نمودن بودجه توسعه هستند. بند مچلقو در سال 1389 به برج جوزا برای مدت 3 سال عقد کردید. خب قبل از این در زمان سایر وزیرا باید تکمیل می‌شد در طول همون 3 سال،
وقتی ما آمدیم سال پنجم ای بند بود، ولی بعد وزارت چی کرد؟ این چیزی که اصولی ثبت کردن درست نیست. از سوی دیگر وزیر حج اوقاف میگوید که این وزارت در نخست 86 درصد بودجه توسعه‌اش را هزینه نموده بود. در بررسی وسط سال بدون اینکه ما مطالبه کرده باشیم و آمادگی داشته باشیم، در ماه هشتم در 23/5/1395 به وزارت اخبار شد که $2 میلیون معادل 134 میلیون افغانی به کود اعمار مساجد اضافه شده. در این نشست شمار از اعضای این مجلس با انتقال از شمار دیگر نمایندگان میگویند که برف‌های وزیران و نمایندگان گوش نمی‌دهند. در جریان جلسه رسمی وکیل نمیتونه لپتاپ خود باز کنه، وکیل نمیتونه با تلفن گپ بزنه، وکیل نمیتونه که جلسه خصوصی دایر کنه. ما گپی که بشنویم، یک وزیر استجواب کردین، آوردین، احساس شده شرح میده، توضیح میده، از اون طرف دیگه پشت سر، چی وضعیت خرابی واقعا؟ وکیل چرا حیثیت خود حفظ نمیکنه؟ مجلس نمایندگان هفته پیش پس از بررسی حساب قطعی سال مالی 1395 تصمیم به استجواب وزیران گرفت که بودجه توسعه‌شان را در این سال کمتر از 60 درصد هزینه نمودند. با وجود کاهش 50 درصدی تعرفه گمرکی بر مواد نفتی در گمرک ها، هنوز هم این مواد در بازارها با بهای بلند عرضه می شوند. شماری از باشندگان به ویژه رانندگان در پایتخت می گویند با انتقاد از حکومت که برای کاهش بهای مواد نفتی و گاز مایع در بازارها به مردم وعده‌های دروغین می‌دهند. در همین حال معین عواید و گمرکات وزارت مالی می‌گوید که از یک هفته بدین سو مواد نفتی با تعرفه تازه تعیین شده به کشور وارد می‌شود. وزارت مالی بیش از 15 روز پیش اعلام کرد که برای کاهش بهای مواد نفتی در بازارها تعرفه بر واردات این مواد را از 12 درصد به 6 درصد کاهش داده است و این کار سبب کاهش بهای مواد در بازارهای کشور خواهد شد. اما شمار از باشندگان پایتخت میگوید که این کار بر بهای مواد نفتی اثرگذار نبوده است. قیمت از فهمیدی 40 افروپا لیترش است، هیچ فرقی نکده. اگر افتاپیش که مردم بود خوال قیمت شده، اگر تجارات رسن قیمت میکنن. این باشندگان حکومت را به بی‌پروایی و فروشندگان و بازرگانان مواد نفتی و گاز مایع را به گران‌فروشی متهم می‌سازند. اینکه محصول نصف شده باید استفته شود، چک شود، بازار چطور تغییر نکده، قیمت هم باید پایین بیاید. در همین حال معین عواید و گمرک‌های وزارت مالیه می‌گوید که در حال حاضر مواد نفتی وارداتی بر بنیاد تعرفه جدید در گمرک‌های کشور طی مراحل می‌شوند. وای می‌افزاید که بهای مواد نفتی اکنون در هر تن $150 کمتر از گذشته در گمرک‌های کشور محاسبه می‌شود. تاریخ 20 که روز دوشنبه بود، سر از 8 بجه صبح هم تعرفه از 12% آمد به 6%، یعنی 100% کاهش در تعرفه آمد، و هم قیمتش که $600 فی تن بود او را به $450 فی تن عیار گردید. با تلاش های زیاد موفق به دریافت نظر اتحادیه واردکنندگان مواد نفتی در این باره نشدیم. پیش از این اعضای این اتحادیه با استقبال از کاهش تعرفه بر واردات مواد نفتی با کاهش بهای این مواد در بازارهای کشور خوشبین بودند. نخست وزیر اسپانیا میگوید که همه پرسی استقلال کاتالونیا به اقتصاد این ایالت سخت زیان رسانیده است. او میگوید که صنعت گردشگری در بارسلونا زیانهای بزرگی دیده است و این زیانها بر زندگی باشندگان این شهر اثرگذار بوده است. این در حالی است که قرار است به زودی انتخابات محلی کاتالونیا برگزار شود. اما اقتصاد کاتالونیا موضوعی است که نگرانی های تمامی طرفها را در اسپانیا برانگیخته است. نخست وزیر اسپانیا در آخرین روز پیکارهای انتخاباتی حزب مردم در ایالت کاتالونیا استقلال خواهی مردم کاتالونیا را به زیان اقتصاد این ایالت می داند. در چند هفته اخیر گواه کاهش ارزش اقتصاد کاتالونیا شده است. استقلال خواهی به اقتصاد و رفاه مردم زیان می رساند. صنعت گردشگری کاهش یافته است و بخشهای دیگر مانند خرید و فروش خانه نیز زیان دیدند. شرکت های اندک به کار آغاز کرده اند، اما شرکت های دیگر در حال ترک کردن این منطقه هستند. ما پیش بینی های من را درباره رشد اقتصادی 2-3% کاهش داده ایم، اما اگر وضع عادی شود تولید ناخالص داخلی 3% افزایش یابد و یا پیش از 500,000 شغل ایجاد شود، می توانیم در سال 2018 پیشرفت کنیم.
انتخابات پیشرو که در کاتالونیا قرار است در 21 دسامبر برگزار شود، برای اقتصاد این منطقه بسیار مهم پنداشته می شود. برخی از باشندگان کاتالونیا نیز می گویند که برای آینده منطقهشان در انتخابات پیشرو رأی خواهند داد. در 21 ماه دسامبر انتخابات کاتالونیا برگزار خواهد شد. من به رای دهی خواهم رفت، زیرا فکر می کنم که انتخابات برای کاتالونیا بسیار مهم است. مقام های اسپانیایی می گویند که پس از همه‌پرسی استقلال کاتالونیا بیش از 2000 شرکت آنجا را ترک کردند و کاتالونیا در ماه نوامبر سال روان پس از 2009 میلادی گواه بیشترین رشد بیکاری بود. این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. 1 کیلوگرم گاز مایع 60 افغانی، 1 لیتر پترول 47 افغانی و 1 لیتر دیزل 46 افغانی. تا چند لحظه دیگر. ساخت ترمینال بزرگ در میدان هوایی حامد کرزی. ادامه برنامه بازار از سرخط خبرها یک بار دیگر. استجواب وزیران در مجلس نمایندگان. در جمع احتمالاً 48 پروژه‌ای که شما داشتین، 11 پروژه صفری دارین که اساساً آغاز نشده کارش. افزایش فرم‌های زنبورداری در ننگرهار. دیده اینو که دقا گلانو شاد پیدا که گل بیک، دقا گل بیک تایدا ویال، او شوی او دقا گلاچیان نی پیدا ویدا، او تو گلان گلاندی، او تنی شاد دیتا یو. انتقادها از بهای بلند مواد نفتی در کشور. قیمت از فهمیدی 40 روپا لیترش هست، هیت فرق نکده. اگر افتا پیش که مردم بود خوال قیمت شده، اگر تجارات رسن قیمت میکنن خو محصول مگنه کم شده. و صنعت گردشگری در بارسلونا. ادامه خبرها. اداره مستقل هوانوردی از طرح ساخت یک هتل 5 ستاره و ترمینال بزرگ در میدان هوایی حامد کرزی خبر می‌دهد. مسئولان این اداره می‌گویند که ساخت ترمینال بزرگ با ظرفیت در حدود 10 میلیون مسافر در سال در میدان هوایی حامد کرزی و هتل 5 ستاره در این میدان مشمول 6 پروژه توسعه این میدان است که در چارچوب برنامه مشارکت عامه و خصوصی در سال آینده آغاز می‌شوند. رئیس اداره مستقل هوانوردی می‌گوید که برای عملی شدن این 6 پروژه در حدود 700 میلیون دلار سرمایه گذاری بخش خصوصی جذب خواهند شد. مسئولان اداره مستقل هوانوردی می گویند که برای معیاری سازی میدان هوایی حامد کرزی پروژه های توسعه ای را در این میدان عملی می سازند. آنان می گویند که در کنار ساخت یک ترمینال بزرگ و یک هتل 5 ستاره معیاری با کمک بخش خصوصی قرار است که یک زون صادراتی نیز در این میدان ساخته شود. هغه ابتدایي کارونه د حیثی وی دی او ان شاء الله په ډیر راتلونکي کې به موږ دا و اعلان شورا الکسادت یو دا اور څخه اعلان ورکو. مسئولان اداره هوانوردی میگویند که برای عملی شدن این پروژه ها در چارچوب برنامه مشارکت عامه و خصوصی در حدود 700 میلیون دلار سرمایه گذاری جذب می شود. دولت اگر این زمینه رو مساعد بکنه برای سکتور خصوصی، بلخص سکتور ساختمان و شرکت های ساختمانی، شرکت های ساختمانی افغانستان حاضرن با دولت کار بکنن. در حال حاضر میدان هوایی حامد کرزی از پر ازدهام ترین میدان های هوایی کشور است و به گفته مسئولان اداره هوانوردی با آنکه در سال های گذشته ژاپن برای معیاری سازی خدمات در این میدان میلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده است، اما در حال حاضر نیاز است که ترمینال و ساختمان های بزرگتر در این میدان ایجاد شود. در این مورد غلام علی دانش کمال رئیس اجرایی اتحادیه شرکت های ساختمانی با ما هستند. آقای کمال خوش آمدید. بیاین در آغاز در مورد از این صحبت کنیم که چقدر از شرکت های داخلی توان پیشبرد چنین پروژه های بزرگ را در افغانستان داره. سلام با شما و بیننده های محترم تلویزیونتون. بیاین یک مختصر از اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان بگویم. اتحادیه در سال 2004 آغاز به فعالیت نمود و تا حال تانستن روی برنامه های مختلف کار بکنه و دستاورد های بسیار مفید داشته. نظر به سوالتون، اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان و اعضای این اتحادیه
تا حالا با جامعه بین المللی کار کرده و توانمندی را داره که بیش از 100 میلیون دلار پروژه را هم شرکت های ما تطبیق بکنه. و در این حال از سال 2004 یا 5 به این طرف عضو اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان توانستن بیش از صدها پروژه بین المللی در افغانستان تطبیق بکنه و این پروژه ها به یک معیار استاندارد و بین المللی نیاز داشت که ما تونستیم تطبیق بکنیم، اعضای ما تونست تطبیق بکنن. ما از نگاه کیفیت، از نگاه استاندارد براتون تضمین میتیم که اعضای این اتحادیه در بخش کاری خود با بسیار کیفیت عالی کار میکنه و میتونه پروژه بزرگتر از 100 میلیون را هم در افغانستان تطبیق بکنه. آقای کمال، ساخت ترمینال کارگو و هتل 5 ستاره یک پروژه بسیار کلان است که بسیار پیسه زیاد هم برای اختصاص داده شده که قرار سرمایه گذاری شده. آیا شرکت ها تجربه ساخت این پروژه داره تا کنون در افغانستان؟ بله، در افغانستان قبلا شرکت ها در بخش های مختلف کار کرده و پروژه‌ای که مرتبط به قوای اردوی انجینری ایالات متحده آمریکا می باشه، اونا نیازمندیشان یک در اصل اونا روی بسیار روی موضوع استاندارد و اینا بسیار زیاد فوکس دارن و اعضای ما هستن که قبلا در میدان هوایی در قندهار و بعضی جای دیگه پروژه این قبیل پروژه را تطبیق کرده و ما امیدوار هستم که اگر این ادامه پیدا بکنه اعضای ما میتونه روی این برنامه کار بکنه و این پروژه را به خوبی پیش ببره. حالا شرکت های داخلی چقدر با شرکت های خارجی که اونا تجربه بیشتر دارن به خاطر هرچه بهتر پیش برده چنین پروژه ها هماهنگ هستن و میتونن یک جا مشترک سرمایه گذاری کنن؟ قبلا هم روی این موضوع در سالهای اخیر، سالهای 2010، 2009 و 2014 شرکت های ساختمانی داخلی با شرکت های خارجی روی بسیار از پروژه هایی که در افغانستان عملا تطبیق شده اینا با هم جیوی یا بگویم یک جا کار کردن و این پروژه را تطبیق کردن. شاید هم هنوز هم پروژه وجود داشته باشه که شرکت های افغانی و شرکت های خارجی با هم این پروژه را تطبیق میکنه. خب شما چه فکر میکنین که آیا نیاز است که این کار انجام صورت بگیره؟ اگر هست چطور؟ بعضی پروژه های خارجی اونا مستقیما با میخواین با شرکت خارجی کار بکنن و شرکت خارجی هیچگاه توانمندی را نخواهد داشت که پروژه را به ذات خود تطبیق بکنه. اینا نیاز دارن که یک شرکت داخلی را هم با خود داشته باشه تا این پروژه را تطبیق بکنه. پس اصل تطبیق کننده پروژه هایی که تا حال در افغانستان صورت گرفته شرکت های ساختمانی داخلی بوده و اینا بودن که ساختن پروژه ها در هلمند، در قندهار، در مزار شریف، در ولایت های ناامن اینا بودن. در اصل این ادامه داشته و نظر به تقاضای دونر است. اگر دونر بخواهد که پروژه را به شرکت خارجی بده و شرکت خارجی بخواهد بیاید با شرکت افغانی داخلی کار بکنه، بله شرکت افغانی کار بکنه. حالا قسم شما در جریان بودین در سال 2014 تمام کار شرکت های ساختمانی توقف پیدا کرد. شما چه فکر میکنین که چقدر نیاز به چنین پروژه ساختمانی در افغانستان وجود داره تا یک باورمندی ایجاد شوه و این شرکت ها بخواهی سرمایه گذاری کنه بخاطر تطبیق این پروژه؟ در اصل اگر بخوایم سکتور ساختمان صحبت چقدر نیاز است؟ نیاز ما براتون بگویم که سکتور ساختمان در اصل سکتور ساختمان نیاز داره که دولت از این باید حمایت بکنه تا اینا بیشتر کار بکنه، تا بیشتر روی برنامه ها، روی برنامه اقتصادی، روی سرمایه گذاری، بیشترین شرکت هایی که فعلا عضو ما هست اینا زیادترشون فوکس روی یا تمرکز روی قراردادها داره نه سرمایه گذاری. اما اگر دولت زمینه ای مساعد بکنه شرکت های ساختمانی داخلی رو میارن با سرمایه گذاری و میتونن که اینا سرمایه گذاری بکنن، سرمایه گذاری انگفت در بخش سکتور ساختمان. ما هیچگاه پروژه بنیادی در افغانستان نداشتیم یا بسیار کم داشتیم. ما روی پروژه قراردادی کار کردیم تا حالا، شرکت های ساختمانی روی بخش کار کردن و من بعد تلاش ما این است که ما بتونیم با کشورهای همسایه و کشورهای دیگر کار بکنیم که بتونیم پروژه های بنیادی را در افغانستان به وجود بیاریم که طویل مدت باشه، بتونه شرکت ها از این مستفید شوه، بتونه دولت از این مستفید شوه و همچنان مردمی که زندگی میکنه. حالا بعضی پروژه بود وقتی که عقد قرارداد میشد
دست به دست و دست اول دوم سوم می رفت تا که به یک شرکت را عملی می ساخت و علت هم همین بود که بعضی از پروژه به گونه معیاری عملی نمی شد. آیا حالا همین روند ادامه داره و یا تغییرات آمده؟ خب فرق بکنه، هر دونر از خود پروسه داره، هر کسی که پول می ته اونا از خود یک ترفند کاری داره و نیازمندی داره. اعضای اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان بیشترین کارهایشان با قوای اردوی انجینری ایالات متحده آمریکا بوده، با جرمنا بوده، با یونپس بوده و با ارگانهای مختلف خارجی بوده. فلهازا از پروژه‌ای که توسط اعضای ما تطبیق شده که ما اطلاع داریم، این پروژه با کیفیت احسن و بسیار عالی تطبیق شده و ما تقریبا گفتم میتونیم که شکایت های بسیار اندک در زمینه داشته باشیم که اعضای اتحادیه پروژه رو تطبیق کرده باشه که اونها کیفیت نداره. حالا شما میپذیرین که همچه قراردادهای وجود داشته؟ قراردادهای وجود داشته، اما ما از اعضای اتحادیه نمیتونیم بگیم که اعضای اتحادیه بوده، چون از سال 2002 به این طرف هزاران شرکت ساختمانی توسط اداره محترم آیسا برای اونها جواز داده شده و اینا در هر گوشه افغانستان فعالیت داشته، پروژه گرفتن، تطبیق کردن و شاید کم کیفیت بوده، شاید روزی شروع کیفیت توجه نکردن، اما اعضای اتحادیه کسایی هستند که اینا توانمندی از 10 میلیون دلار الی 100 میلیون دلار توانمندی دارن که پروژه رو تطبیق بکنن. حالا حکومت به خاطر جلوگیری از چنین روند چی کار را کرده و شما به عنوان رئیس اجرایی این اتحادیه چی کار را تبدیل کردیم؟ ما نمایندگی از اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان میکنیم، نه از شرکت‌هایی که در تمام افغانستان وجود داره. بیش از هزاران شرکت وجود داره و ما نمیتونیم که نمایندگی از هزاران شرکت بکنیم. خب اتحادیه هستیم؟ بله، ما اتحادیه هستیم و نمایندگی از اعضای اتحادیه میکنیم. در من براتون یک مثال بدم که اتحادیه برای جذب سرمایه های خارجی اگر سفرهای بیرون از افغانستان می داشته باشه، بیرون مرز، مثل امریکا است، مثل چین است، مثل هند است و کشورهای دیگه، فرصت های سرمایه گذاری را از اونجا در بجبو جمع میکنه، میاره داخل افغانستان که تمام شرکت های ساختمانی داخلی از این برنامه مستفید شوند. اما کسایی که تطبیق میکنه و تطبیق کننده این پروژه هستند، ما گفتم میتونیم که اگر فیصدی 20% یا 30% اعضای اتحادیه است، 70% اعضای اتحادیه نیست. حالا شما چی فکر میکنید؟ قرار است که این پروژه بزرگ توسعه‌ای در افغانستان ساخته شود، شما چی فکر میکنید چقدر از این پروژه با شرکت های داخلی عقد قرارداد خواهد شد؟ اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان هماهنگ کننده در حقیقت گفتم میتونم تو فرصت های تجارتی بین اعضای اتحادیه و دونر است. اگر دولت افغانستان بخواین با اعضای اتحادیه کار بکنه در این پروژه، ما قسمی که سالهای قبل هم انجام دادیم، زمینه سازی کردیم برای اعضای اتحادیه، این بار نیز ما میتونیم که یک زمینه سازی بکنیم بین اعضای اتحادیه و دولت افغانستان. یک سلسله کارهایی را اینا باید انجام بدن یک جای تا این پروژه را بخواین تطبیق بکنیم. یعنی شرکت های داخلی به تنهایی خود توانایی تطبیق این پروژه را داره؟ شرکت های داخلی خیلی کوتاه جواب بده. شرکت های داخلی توانمندی را داره که تطبیق بکنه، اما اگر نیاز به یک کانسلتنت خارجی باشه میشه از اونها هم ما دعوت بکنیم. تشکر از حضورتان. و این هم نرخ شمار ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 30 پول، یک یورو 81 افغانی و 55 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 633 افغانی. تا لحظات دیگر. افزایش فرم‌های زنبورداری در ننگرهار. شماری از زنبورداران در ولایت ننگرهار از افزایش فارم‌های زنبور عسل در این ولایت خرسند هستند. این زنبورداران میگویند که همزمان با افزایش زنبورداری در ننگرهار، مردم نیز علاقه‌مندند که فرآورده‌هایشان را بخرند. این زنبورداران از حکومت می‌خواهند که برای حل مشکلاتشان برنامه‌های بهتری را عملی سازد. ایجاد فارم‌های کوچک و میانه زنبور عسل در ننگرهار با گذشت هر روز افزایش می‌یابد.
در حال حاضر گذشته از دامنه های کوه ها و دشت ها در چهار دوبر کانال ننگرهار چندین فارم کوچک و میانه زنبور عسل ایجاد شدند. این پدر و فرزند صاحبان یک فارم زنبور عسل در کانال ننگرهار میگویند که علاقمندی مردم به فراورده هایشان در بازارها رو به افزایش است و آنان سالانه چهار بار عسل از این صندوق ها گردآوری میکنند. این فارمداران میگویند که عسل را با معیارهای لازم پروسس و به بازارها عرضه میکنند که از این را درآمد مناسب به دست میارند. دی دینو کی دغه ګولان شات پیدا کړي ګلبیک دغه ګلبیک تدا ویال او شوی او دغه لا چان نی پیدا وې دا ټول ګولان را غونډي وتنی شات دی ته یو اوس پر می چار کې ما او بس کلی دور بابا ته وړو کلی میدان شار ته وړو از سوی هم دیده می شود که در کنار فروشگاه های اصل وارداتی در ننگرهار فروشگاه های اصل داخلی نیز ایجاد شده. صاحبان این فروشگاه ها می گویند که علاقمندی مردم به اصل داخلی رو به افزایش است. عاشق الله که برای خرید اصل به این فروشگاه آمده است می گوید که اصل شنشو که از زنبورداری در کوه های ولایت های شرق کشور به دست می آید بسیار با کیفیت است. دغه شات د دکان اورم ډیر خو کیفیت لري او خلک راځي ډیر په خوخي معنی اخري ځکه چې وطني شاتم دي او بل دوی موږ ته ګارانټي راکړي که خراب شي موږ بیرته مور ترو خو چهار سره معنی وړي دوی واري راځي د شات دی د وطن شات دی ډیر خسته شات دي. هسته هم شمار از فروشندگان اصل در ننګرهار میگن که اصل کشور به علت کیفیت بلند در بازارهای بیرونی نیست علاقمندان زیادی دارد. آنان میگویند که حکومت باید سرمایه گذاری های لازم را در بخش زنبورداری در کشور جذب کند. شاید چی دل تدی ده پچی راگام شن شوبه ورطا وی او لاچی شاید چی کم دی دیر خکولی شاید دی دری چلور کس مزمون خپلو تن تولیدات دی لاچی ده شن شوبه ده او دا ده ریحان پا نامه دی نو کیفیتی ماشاءالله ډیر خو کیفیت ده خدا ده چې بار ملکونو سره مونږه غنه لرو. بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت و بیوری در حال حاضر به ده ها فارم کوچک و میانه زنبور اصل در ولایت ننگرهار وجود دارد. آنان میگویند که ولایت ننگرهار به علت داشتن آب و هوای مناسب برای زنبورداری و فارمداری از جمله ولایت های پیشتاز است و این وزارت تلاش دارد که سرمایه گذاری های بیشتر را در این بخش ها در ننگرهار جذب کند. غلام صنایع ساطع مسئول تکنیکی پروژه انکشاف زنبورداری برای بحث بیشتر در این مورد با ما هستند. آقای ساطع خوش آمدید. در آغاز در مورد فارم های زنبورداری بگویید که در حال حاضر چقدر از فارم ها در کشور وجود دارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بنده های عزیز طولونی و سلام تقدیم میکنم. در مجموع چون زنبورداری یک بخشی از بخش مهم زراعت تشکیل میده و در افغانستان قرار سروی که در سال 2014 ما داشتیم مجموعا به تعداد 6713 نفر زنبوردار وجود دارد که این 6713 نفر زنبوردار در حدود 551 نفر شون خانم ها و متوقع ذکور تشکیل میده. بیشتر در کدام ولایت ها هستند؟ در تمام ولایت هستند به استثناء ولایت نیمروز و ولایت جوزجان که در ولایت نیمروز هم امسال خوشبختانه با اساس سروی که ما داشتیم یک صندوق زنبور ما در اونجا تثبیت کردیم که یک صندوق زنبور در ولایت نیمروز هم وجود داره. اما ولایت دیگه به تناسب اقلیمی که دارن با تفاوت تعداد صندوق و تعداد زنبوردارا این شغل زنبورداری در تمام افغانستان وجود داره. حالا چرا در بعضی ولایت ها کمتر است؟ علت در چیز آب و هوا یا کدام مشکل دیگه؟ آب و هوا منابع خود گلی یعنی نکتار یا شیره گلی که زنبورا از او استفاده میکنه در بعضی ولایات کمتر میباشد در بعضی ولایات زیادتر میشه و بعضی ولایات نظر به مسائل مشکلات امنیتی با وجودی که ساحه برای زنبورداری بسیار زیاد مساعد میباشه اما امکانات یزی که زنبوردار بتونه به طور آزادانه به شغل خود قسمی که شاید و باید رسیدگی بتونه نمیتونه. حالا برای فراورده ای زنبورداران که همون اصل است چقدر بازاریابی شده؟ چقدر بازار فروش وجود داره؟ خب در قسمت ازی که بازار فروش چون تولیدات اصل افغانی از نگاه ازی که ما ایره در لابراتورها یا در ممالک بیرونی ارسال کردیم از نگاه نوعیت و کیفیت خود بهترین کیفیت داره اصل افغانی اما در قسمت بازاریابی و مارکتینگ ازی تا به حال کاری که لازم بود انجام نیافته ولی در این اواخر خوشبختانه ما اتحادی هماهنگی زنبوردارای افغانستان را ایجاد کردیم که با کار خستگی ناپذیر پروژه انکشاف زنبورداری این اتحادیه ایجاد شد که در
ماه جوزای سال روان رسما جواز خود از وزارت عدلیه اخذ کرد و تعداد انجمنایی که در ترکیب ازی در ابتدا شامل بودن 14 انجمن زمرداری و 4 باب کوپراتیو بود، اما فعلا اینا تعدادشون با 28 انجمن زمرداری و 8 باب کوپراتیو زمرداری که تقریبا در 20 ولایت اینا موقعیت داره، اینا تشکیلشان واسع شده و در آینده امیدوار هستیم که خود اتحادیه هماهنگی زمردار افغانستان بتونه خدمات مفیدی را که زمردارا به ضرورت داره برشون مهیا بشه. حالا علت در چه بوده که بازار به صورت نگرفته، حکومت حمایت نکرده و یا بخشایی که مسئول هستند؟ خوبی بازاریابی مسائل مختلف را در بر میگیره که در قدم اول ما چالش هایی داریم در زمرداری که مثلا ما پکیجینگ خوب نداریم، ما هم ظروفی که از او زنبردارا اصل استفاده میکنن کمتر ظروف دست اول میباشه، معمولا از ظروف دست دوم استفاده میشه. لیبل که در او تمام مشخصاتی که اگر اصل منبع تولیدش معلوم باشه، تاریخ تولیدش، تاریخ انقضایش و سایر نکات ضروری که در او لیبل باید چی باشد تا به هنوز ایجاد نشده، به او خاطر خود بسته‌بندی و لیبلینگ و مسائل دیگه ای که میتونه در قسمت مارکتینگ رول داشته باشه به شکل بهتر انجام نشده، اما وزارت زراعت و آبیاری مالداری مصمم است که در این راستا با ایجاد پالیسی زمرداری که مساویدیز و با مشاوریت ریاست عمومی خدمات مالداری و صحت حیوانی، پرسنل فنی ریاست خدمات مالداری و همچنان مسئولین تکنیکی پروژه انکشاف زمرداری یک جا روی زوکار شده و با اساس مبنی بر ماده ششم فصل دوم قانون خدمات تنظیم قانون تنظیم خدمات مالداری و در قسمت مطابق با خود چی روی انکشاف ملی و ایجاد شده که فعلا او با عملیت خود تقنین ریاست پلان ارجاع شده تا بعد از بررسی اکونومی کنه، بعد از دوباره با مراجع مربوطه بالاخره مساویده شکل عملی را به خود انشاءالله پیدا کنه. حالا از این اصلا و از این فرآوردهایی که اینجا تولید میشه به خارج از کشور هم فرستاده میشه؟ خب به خارج از کشور فرستاده میشه، ولی مشکل اصلی که افغانستان داره هیچ که ما لابراتوار کنترل کیفیت نداریم. قسمی که شاید و باید ما بتانیم که اصلایی که پیش ازی که صادر شوه یعنی به استاندارد جهانی برابر باشه، او در اون مواد انتیبیوتیک یا مواد اضافی که او باعث میشه که اصل ریجکت شوه یا مسترد شوه بیشتر گفتن قابل که کیفیت بسیار بالا داره، پس چطور خب کیفیت بالا داره ولی بازم ایجاب میکنه که خود ما سرتیفیکت های بین المللی را داشته باشیم تا بتونیم رو به ممالک خارجی صادر کنیم، اما فعلا به ممالک عربی که در اونجا قیودات کنترل کیفیت به پیمانه زیاد نیست یک مقدار اصل به طرق مختلف به ممالک عربی صادر میشه. حالا چون کیفیت ای عسل بسیار بالاست و هر بازار و امو فراورده ای که کیفیتش بالا باشه تقاضاش بیشتر است، کدام کشورها بیشتر تقاضا دارند که عسل افغانستان به اونجا وارد شود؟ خب کشورهای عربی در مجموع تقاضا دارند که چرا ما در یک نمایشگاهی که سال گذشته اشتراک کرده بودیم اونا عسلای افغانی را که دیدن و از نزدیک مشاهده کردن، بعضی تستایی که اونا با زعم خودشان در مورد داشتن تست کردن، اونا علاقمند به عسل افغانی شدن، ولی در مجموع چون خود افغانستان یک مملکت کوهستانی است و عسل افغانی که تولید میشه مقدار رطوبت دی کم است، یعنی به شکل نرمال ممکن بین 17% 16% تا 18% باشه که خود اینمی موجودیت مقدار کمتر رطوبت را متمایز میسازه نسبت به سایر عسل ها. همچنان منابع طبیعی که ما در اختیار داریم منابع طبیعی است و زنبوری که از او استفاده میکنه یعنی کاملا نی طبیعی میباشه، به او خاطر متمایز میشه نسبت به کیفیت خود به بلند. حالا اگر حکومت حمایت کنه از این روند چقدر میتونید در این بخش کار کنین و چقدر میتونید که صادرات افزایش بدین؟ حکومت فعلا حمایت میکنه در این بخش، ما حمایت کامل از زنبوردارا داریم که خود پروژه انکشاف زمرداری وزارت زراعت و آبیاری مالداری یک مقدار سامان آلات مواد که شامل 16 قلم جنس میشه اینا را به طور رایگان به اساس یک قرارداد در قسمت برای انجمن ها و کوپراتیف های زمرداری اینا را قرار میده تا اونا در رشد و انکشاف صنعت زمرداری در افغانستان از او مستفید شون. فعلا همی پروسه جریان داره و سالهای قبلی همی پروسه اجرا شده، زمرداران نتیجه خوب گرفته، فعلا ما زمردارای بسیار متجرب و خوب داریم که در قسمت تولیدات اصل مصروف هستند. حالا چه چالش های فرای ای زنبوردارا هست که خب چالش ها در قدم اول همین مارکتینگ است که ما قبلا یادآوری کردیم که ما بسته‌بندی
خوب باید داشته باشیم و همچنان ورود اصلای به کیفیت خارجی است که در افغانستان اینا به پیمانه زیاد وارد میشه و زمردارا چون و هم پکیجنگ خوب داره و هم قیمت بسیار ارزان میباشه به او خاطر اینا هم یک قسمت صدمه میزنه زمردارا را و سایر مسائل دیگه ای که به حساب ادویه کم کیفیت در بازار است، این ادویه خوب نیست که زمردارا از او بتونن در قسمت جلوگیری از امراض و آفات زمرداری از او استفاده بکنه. سایر مسائل دیگه هم که شامل میشه که مثلا ظروفی که از او زمردار استفاده میکنه، مثلا ظروف دستافل وجود نداره در افغانستان، فابریکه تولید شیشه یا گلاس یا مو بوتلایی که ضرورت به زمردار است وجود نداره و زمردار مجبور است از مراجع مختلف به اقسام مختلف ظروفی را که او اصلا مناسب نیست این را آمده کنه. اگرچه پروژه انکشاف زمرداری به پیمانه وسیع یک مقدار بوتلایی که آوی 500 گرام و 1000 گرام می باشه آمده کرده و همچنان درما یا بشکایی که اونا تقریبا 28 تا 30 کیلوگرم عسل میگیره مخصوص فودگریر است، یعنی مخصوص برای ذخیره عسل است، آماده داریم ما و این را با زمردارا کمک میکنیم و همین پروگرام دوام داره. تشکر از شما آقای ساتی. تشکر. و در پایان برنامه مرور داریم بر فشرده خبرها. مجلس نمایندگان امروز وزیران انرژی و آب، حج اوقاف و مبارزه علیه مواد مخدر را از بهر هزینه کمتر از 60% بودجه توسعه‌شان در سال 1395 هجری خورشیدی استجواب نمودند. شماری از زنبورداران در ولایت ننگرهار از افزایش فارم‌های زنبور عسل در این ولایت خرسند هستند. با وجود کاهش 50% تعرفه گمرکی بر مواد نفتی در گمرک ها، هنوز هم این مواد در بازارها با باهای بلند عرضه می شود. نخست وزیر اسپانیا می گوید که همه پرسی استقلال کاتالونیا به اقتصاد این ایالات سخت زیان رسانیده است. ممنونم از همراهیتان. این بود بازار امشب. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.